خائن کشی به کارگردان مسعود کیمیایی. بریم ببینیم چه خبره. صحبت کردن در مورد سریال خائن کشی سخته، از این جهت که خب میدونیم کارگردانش یکی از مشهورترین و پر افتخارترین و بهترین کارگردانان تاریخ سینمای ایران، و از یه طرف میدونیم سریال اینقدر بده که ما اصلا نمیدونیم به کجاش باید اشاره کنیم. حالا پله پله میریم جلو ببینیم چه خبره. اولین مشکل بزرگ سریال همون تیتراژ اولشه، جایی که یه سری سر و صدا از فیلم‌های قبلی آقای کیمیایی میاد، حالا مثل قیصر و هر فیلم مهم دیگه‌ای که ساخته همشو با هم دیگه ادغام کردن، و این وسط اسم بازیگران میاد و 4-5 دقیقه است و خیلی کار بدیه، یه کار بی‌معنیه. یه دفعه صدای فرهاد مهراد میاد، بعد از اون رضا یزدانی سر کلش پیدا میشه. خیلی کار بدیه. اینکه شما یک سریالی ساختی و خب میدونم اومدید مثلا ادای احترام کنید به مسعود کیمیایی، ولی اینجا جاش نیست. ادای احترام رو تو سریال یا فیلم یا هر جای دیگه این شکلی انجام نمیدن که شما 3-4 دقیقه سر صدا در بیارید از فیلم‌های قبلی یه کارگردان و بگید که آدم شما گرم که این فیلم رو ساختید. این بده، به این شکل کار انجام نمیده. هیچ جای دنیا این کار نمیکنن. حالا تو ایران ما یه سری تعارف هایی داریم که هیچ جای دنیا رایج نیست، ولی خب دیگه این هم دیگه در این حد هم دیگه نه، واقعا این کار بدیه. مشکل دیگه سریال از همون سکانس اولشون میشه، از همون مقدمه که اون شخصیت ها از ماشین پیاده می غریب، طراحی صحنه و لباس و دیالوگ و حتی اون فیلم برداری هم مشکل داره. شما گاه هم میبینید یک نگهبان جلو در سکانس، بعد میبینید نگهبان نیست. این مجموعه ای از ایرادات شما در همین مقدمه کار میتونید ببینید که واقعا برای مسعود کیمیایی عجیبه که چنین روی رو پیش گرفته. اینا تو همون مقدمه سریال که داخل بانک میرن، دارن میرن که خب دزدی کنن، متا شخصیت پردازی چطوری به ما معرفی میشه تو این سکانس اینه که یک دفعه یکی از شخصیت هایی که حالا رفته بانک بزنه داد میزنه که ما دزد نیستیم، ما نیومدیم دزدی کنیم، ما آدم های خوبی هستیم، اومدیم پول قرض بگیریم بدیم ما دزد نیستیم، این پولا رو نمیدزدیم، ما از شما هستیم. کجای سینما، کجای سریال، صنعت مدیا چنین شخصیت پردازی رو انجام میدن؟ امروز داخل سینما، امروز حتی همون سینمایی که خب مسعود کیمیایی خیلی دوستش داره، سینمای کلاسیک، سینمای گنگستری، سینمای کابوی، حتی کجا چنین شخصیت پردازی رو ما دیدیم که شخصیت هستی داستان اول بسم الله اینجوری خودش رو معرفی کنه به عنوان یک شخصیتی که خب قرار نیست بد من باشه، من آدم بدی نیستم، من آدم بدی نیستم، با من کاری نداشته باشید. اینجوری که شخصیت پردازی نمی‌کنن که. حالا یکم جلوتر میریم یه شخصیتی داریم میونجای آدمی میکشه و اینجا یک دیالوگی برقرار میشه که نه ما آدم کش نیستیم، ما اصلا آدمای خوبی هستیم. چطور گفته بودم آدم نمیکشی؟ داش میکشی. خب چرا این کارو میکنید؟ اصلا این چه فرم فیلمنامه نوشتنیه؟ این چرا اینجوری فیلمنامه نوشته شده؟ خب نمیدونم. این سکانس بعد همینجوری میره جلو، یک سری اکشن با اسلوموشن عجیب غریب تر داره، در نهایت میرسیم به اون سکانسی که یک دفعه ما با مهران مدیری مواجه میشیم. یک اسلوموشن عجیب اتفاق میفته اینجا، یک اسلوموشنی که دقیقا نمیدونیم چه اتفاق افتاده. خب این آدم کیه که پیاده شده؟ چرا اسلوموشنه؟ چرا خیلی ما باید یه لحظه سب کنیم با یک موسیقی اینو دقت کنیم که از اینجا داره میاد بیرون میخواد راه بره؟ خیلی خب کی هست اصلا؟ یک دفعه اسلوموشن میشه وسط جنگ، اسلوموشن میشه. تعریف کار کرده اسلوموشن رو دیگه بعید میدونم آقای کیمیایی ندونه، قطعا بهتر از به خیلی از کارگردان ایرانی میدونه، ولی اینکه چرا تو سریال اتفاق افتاده رو واقعا نمیدونم. حالا از این مقدمه که بگذاریم، در نهایت این شخصیت ها میرن و یه جا دور هم دیگه میشینن و اونجا در واقع مشخصه های سینمای کیمیایی بروز پیدا میکنه. دیالوگ های گلدرشت، دیالوگ های خیلی سنگین، تگگویی های خیلی سنگین و مطابق این چند سال اخیر دیالوگ هایی که ربطی به هم دیگه نداره، یعنی در واقع به صورت مونولوگ بیان میشه. این سری تگگویی هایی که شاید مثلا اگر کتاب بود واقعا کتاب خوبی میشد، شاید مثلا اگر یک داستان بود داستان خوبی میشد، منتها این فیلمنامه است، از زبان شخصیت ها داره خارج میشه. این دیالوگ ها باید کارکرد داشته باشه، باید قصه رو به جلو هدایت کنه، در راستای شخصیت پردازی باشه، ولی خب هیچ کدوم، فقط یه سری کاراکتر هستن میان یه سری تگگویی میکنن میرن. یعنی یکی داره دیالوگ میگه، یکی منجا وای میسه دیالوگش رو میده دوباره میره. خب میدونید داستان به جلو هدایت نمیشه دیگه، صرفا این تگگویی های اغلب نامفهوم از شرایط اجتماع روزگار مستدق در نهایت قصه به جلو هدایت نمیکنه دیگه. شما در نهایت میخواین قصه ببینید دیگه، نمیاد اینجا که یک چند تا تگگویی از چند تا بازیگر ببینید که
خب خائن کشی به این دام افتاده، اینکه در حال تکرار هست، هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، هی تماشاگر منتظر ببینه خب اینا چی میخوان از جون مصدق، کلا داستان چیه و شخصیت پردازی شکل نمیگیره، قصه وجود نداره، قصه اصلا گسترش پیدا نمیکنه. به همه اینا باید فستیوال بازی های بد رو هم اضافه کنیم که خب خیلی نام های بزرگی در سریال هستن ولی به طور مشخص هیچ کدومشون توانی رو ندارن که بخوان دیالوگ هایی که مسعود کیمیایی می نویسن اجرا کنن. این خیلی ناراحت کننده است، اینی که بعد از 30-40 سال که مسعود کیمیایی با بازیگر خیلی بزرگی مثل بهروز وثوقی کار کرده و با گوینده های بسیار خوبی مثل مرحوم چنگیز جلیوند کار کرده، تو سینمای ایران بازیگر پیدا نمیشه که بخواد یک فرم لومپنوار و در واقع لوتیوار دیالوگ ها رو تکرار کنه. یه سری بازی های فاجعه داریم مثل سام درخشانی، واقعا بده، مثل این صحنه. اگه ندیدی چند نفر دیگه تو ما بودن، معلومه این دزدی نبود، ما باید این کار میکردیم. یا این صحنه، زیاد نفس تازه نکنیم برای شناخت سهراب، برای شاهرخ، برای رفاقتایی که با دزدی شروع شد. یا این یکی دیگه شاهکاره. قرض چیه؟ قرض کدومه؟ از اون طرف یه سری فاجعه دیگه داره مثل رضا یزدانی. این که دیگه واقعا عجیبه، یعنی واقعا دیدن بازی رضا یزدانی واقعا گاهی میتونه خنده بیاره به روی لبانه تماشاگر. نمیدونم چرا. خیلی خون ازت رفت، درد داری ها؟ من پول پیشم هست، یکی بره 3-4 تا کبیت هرچی روزنامه هست بگیره بدی آتیش روشن کنه. این وسط تنها بازیگری که تونسته دیالوگ ها رو درست بیان کنه، اونم به دلیل سابقه اجرا و سابقه رادیویی که داره، مهران مدیری هست که دیالوگ ها رو خوب و درست بیان میکنه، ولی خب اونم در نهایت به تکگویی گذشته و یک سری دیالوگ های نامفهوم هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه و در شخصیت پردازی قشنگ لنگ میزنه مثل تمام شخصیت های دیگه سریال. و در نهایت باید بگم که خب این خیلی ناراحت کننده است که این اتفاق برای مسعود کیمیایی افتاده. ما هممون میدونیم مسعود کیمیایی غم نان داره، در واقع مشکل شاید مالی داشته باشه که مجبور تو این سن و سال بیاد کار بسازه، سریال بسازه به این شکل و بخواد یک نونی در بیاره. و خب این مرد بزرگ در نهایت الان باید تو جایگاهی باشه که بتونه سخنرانی کنه، بتونه یک سری سفیر فرنگی این کشور باشه، بتونه که یک نماد از یک بخش خیلی مهمی از سینما باشه، ولی الان به روزی افتاده که مجبوریم یک سریال مثل خائن کشی رو ازش ببینیم و اینجا باشیم به این سریال بدتر از سریالایی که خیلی از کارگردان اولیای شبکه نمایش خانگی دارن میسازن. این واقعا ناراحت کننده است در مورد مسعود کیمیایی که شناسنامه بزرگی از سینما ایران است، در واقع بخش مهمی از تاریخ سینما این کشور مدیون مسعود کیمیایی هست و شاید خیلی بد باشه ولی خب خائن کشی داره نابود میکنه کارنامه هنری مسعود کیمیایی رو. بگذاریم در مورد خائن کشی بیشتر این صحبت نکنیم. سریال سکانس به سکانس، دیالوگ به دیالوگ سریال بدیه، فیلم برداری بد، بازی های بد، فیلم نامه بدتر، واقعا واقعا کار خراب کرده. خیلی بده که نشستیم اینجا داریم در مورد مسئولیت گیمی صحبت میکنیم این شکلی، ولی خب حقیقت اینه که سریال خائن کشی فاجعه است، میتونیم خیلی راحت بگیم که فاجعه است و دیدنش فقط باعث میشه که خاطراتمون در مورد فیلم قدیمی مسئولیت گیمی خرابتر بشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتماً بزنید و امیدوارم که فیلم‌های قدیمی مسعود کیمیایی رو ببینید و ازش لذت ببرید و خائن کشی رو هر روز به ذهنتون نسپارید. دم شما گرم و خدافظ.